دوازدهم مهر ماه 1398 خورشیدی و 4 اکتبر 2019 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به محدودیت ورود مقامات جمهوری اسلامی و اعضای خانواده اونا به آمریکا. پرده آخرم آخر برنامه. پیش از شروع موظفم خدمتون عرض کنم که به روال معمول برنامه های صدای آمریکا نظر مهمانان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. تقدیمی این هفته بخونم براتون. کارگران نیشکر هفت تپه از اول مهر 98 در اعتراض به اخراج 20 تن از همکاران خود و با خواست بازگرداندن اخراجی ها به سر کار، آزادی اسماعیل بخشی و لغو خصوصی سازی شرکت دست به اعتصاب زدند. سه شنبه 9 مهر در 9 روز اعتصاب کارگران سرانجام با مصوبه شورای تامین شهرستان شوش 17 تن از 20 کارگر اخراجی به سر کار خود بازگشتند. پرونده 3 تن از کارگران به نام های ایمان اخسری، عظیم سرخه و محمد خنیفر که دادگاه انقلاب تهران آنان را به 6 زندان محکوم کرده هنوز در دست بررسی است. از 1 بهمن 97 حالا که اسماعیل بخشی زندانه، نه مشکلات کارگرای هفت تپه برطرف شده، نه اعتراض کارگرا به وضع موجود. شهریور 98 همین ماه گذشته ماه صدور احکام شلاق و حبس‌های طولانی برای کارگرای هفت تپه بود. از محمد خنیفر که امام جمعه جلو کارگرا دستشو میبوسه و فرداش حکم 6 زندان براش صادر میکنن، تا اسماعیل بخشی که تو زندانه و 14 حبس براش میبرن، تا بقیه که به حبسای تا 18 زندان محکوم میشن. از اول مهر همین مهر 98 دوباره کارگرها اعتصاب میکنن، نشون میدن که اینجوری قضایا حل نمیشه. هر کدومشون میتونن یه اسماعیل بخشی باشن. همه آقایون مسئول افتادن پشت سر این آقای سرمایه‌دار، کارگر مونده. آقای سرمایه‌دار قانونی میدونه، قانون به راحتی دور میزنه، ولی من کارگر زهید قانونی نمیدونم. میان یقم میگیره میدازن گوشه زندان، 2 انگم هم شاید بهم زده بشه. حالا شاید اثر صحبت کردنی که من کلمی گفته باشم، شاید کارگرم معنیش ندونستم یا نمیدونستم. چرا باید آقایون اطلاعات و دادگستری شوش اینقدر پرونده سازی کنن؟ همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم 40 احضار شدن. آقای محمد خنیفر که اینجاست شاید بره دم در بگیرنش. چرا؟ چون جزء 20 نفر کسانی که حق خواهی کرده، حقش خواسته. جناب رئیسی گفته ما صدای کارگر باید بشنویم. شنیدید. پس دیگر این بگیر و بنده رو رها کنید. گفته باید طعم شیرین عدالت رو همه بچشن. ما که ندیدیم، ما طعم شیرین عدالت ندیدیم. فقط طعم شیرین عدالت شاید اشتباهی حالا نمیدونم طعم شیرینه رفته، عدالت که هیچ رفته برای سرمایه دار طعم شیرینه، عدالت که نه، عدالت به کنار، طعم شیرین رفته برای اون آقا. ابراهیم عباسی بود، یکی از نماینده‌های کارگرای نیشکر هفت تپه در تجمع کارگرا، در جمع کارگرا، که در همون جلسه از دولت هم یک مدیر دولتی و مدیر کل اداره کار استان خوزستان حضور داشت. کارگرا میگن این سخنرانی هم سه شنبه 9 مهر بود، همین هفته پیش. کارگرا میگن ریشه همه مشکلات فعلیشون خصوصی سازیه. ریشه اعتصابات به کجا برمیگرده؟ اصلا اعتصابی نیست، حق خواهیه، عدالت خواهیه. ریشه این ظلمی که انجام شده و طرف دیگه صبرش به حد رسیده اومده اعتراض کرده کجا بوده؟ خود آقایون خصوصی سازی. خصوصی سازی که انجام میشه باید بازرسی بشه، ببین پیشرفت کار داشته یا نه، ببین تولیدش بیشتر شده یا نه. چرا ما اصرار داریم خصوصی سازی که به ورشکستگی خورده، هر جا خصوصی سازی پا گذاشته فساد آورده، بدبختی آورده، خانواده ها متلاشی شدن، بیکاری،
ناامنی آورده، مثل هفته، مثل هپکو، مثل فولاد. آیا خصوصی سازی هایی که انجام شده چرا بررسی نمی کنید؟ هفت تپه رو با 6 میلیارد تومان واگذار کردن به دو تا گلپسر که میدونین دیگه، بنزه کافی در بحث صحبت کردم، شما خبرشو حتما دیدین و شنیدین. واگذار کردن اونجوری و اوضاع مجتمع عظیم صنعتی هفت تپه رو به اینجا کشوندن که دارین میبینین. فقط 24 هکتار زمین کشاورزی حاصل خیز داره این مجتمع. قیمت واقعیش به نوشته حتی رسانه‌های جمهوری اسلامی 2000 میلیارد تومانه. 6 میلیارد تومان به اسم پیش فروش گرفتن و بفرم. شرکت هپکو رو که ابراهیم عباسی نماینده کارگرای هفت تپه اشاره کرد به همین صورت. از ماه گذشته شرکت هپکو کارگراش دوباره اعتصاب کردن، مامورای حکومت هم ریختن، زدن، سر شکستن، گرفتن. ولی عرض کردم اگه بگیر و ببند مشکل حل میشه. اگه صورت مسئله رو بخوای پاک کنی اینجوری با سرنیزه، اگه مشکل حل میشه. شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو عراق اولین و بزرگترین کارخانه تولید تجهیزات سنگین در ایران و خاورمیانه است. به علاوه این شرکت تولید کننده انواع ماشین‌آلات کشاورزی و معدنی است. محمد امین سلیمی سردبیر خبرگزاری دانشجو صحبت میکنه. یه شرکت به عظمت هپکو طی شرایطی واگذار شده 10 میلیون تومان. 10 میلیون تومان سال 86، سال 95، 96 کل شرکت 10 میلیون تومان. یا مثلا توضیح میدم، یا مثلا کش و صنعت مغان مرغوب ترین زمین های کشاورزی خاورمیانه متری 2700 تومان. یعنی مثلا اندازه دمت خونه مثلا تو پایین شهر تهران هم نه. خب این کیه؟ این هیئت واگذاری که اینقدر اختیارات داره که تخفیف های اینجوری میده، اینا کیان؟ یعنی کی به اینا نظارت میکنه که تو چه قیمتی داری اینو میفروشی؟ سوال جدید تر نکنید، پاسخ سوال اون کیان؟ پاسخ سلام که... مردمی که دارن میبینن یه حوصله سوال جدید نه آقای سلیمی. خب پاسخ اینه که یه عده‌ای نشستن و به نظرم بخاطر چی میگم خصوصی بازی، یک عده در سازمان خصوصی، حتی در مجلس شورای اسلامی، در دولت، نکنید کسی بیرون از مجموعه اداره کننده کشور در هیئت واگذاری نیست. اینا کیان که مفت تمام دار و ندار این مملکت رو دارن چپاول میکنن. تقدیمی این هفته به کارگران صنعتی ایران. میخوام بگم که خصوصی سازی نه دلش میسوزه برای این شرکت، نه مردم این منطقه، نه برای مملکت ایران. یعنی مملکتی که بگیر برای مملکت ایران هم دلش نمیسوزه، چون میخواد یه پولی جمع کنه بره. چرا؟ پرچم جمهوری اسلامی ایران ببینید چجوری پاره پاره است. پرچم جمهوری اسلامی رو ببینید در شرکت چجوری پاره است. مگر چقدر پولیه پرچمه که اینطوری تک تک پاره است؟ براشون مهم نیست. دل منو 4000 کارگری که توی این شرکت مثل این پرچم آقای رئیسی چیه؟ آقا یود اینو داشته باشید. خوش بکره حیوان لگه هم. مثل پرچم، مثل پارچی سفیدی میمونه افتفه که اومدن با نخ سیاه دوختنش. وصله ناجوره. باید خصوصی سازی از اینجا جمع کنه بره. کارگران زندانی مثل اسماعیل بخشی، مثل محمد خلیفه، مثل تمام کسانی که پرونده سازی کردن توی شوش براشون، همه برگردن به کار و پرونده هاشون مختومه بشن. درود بر شرفتون. من حمایت و پشتوانی شماها رو میخواهم. اگر هم مردم همینجا قبرتون. خب این ماجرایی که میخوایم بحثش امشب بکنیم ماجرای تازه‌ای نیست. از همون هفته اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ، یعنی در 2.5 سال گذشته، این موضوع در آمریکا مطرح بوده و دست کم یک ساله که تو رسانه‌های جمهوری اسلامی هم این موضوع بازتاب نسبتاً وسیعی هم داشته. من یکی دو نمونه خدمتتون عرض کنم فقط.
سایت دولتی ایران و خبرگزاری آنا. برایان هوک نماینده ویژه امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکا در یک پیام ویدیویی که در توییتر فارسی این وزارتخانه منتشر شد اظهار داشت ما در حال بررسی مسئله اخراج و باطل کردن ویزای بستگان نزدیک مقامات ایران هستیم. او با بیان اینکه بستگان نزدیک مقامات ایران برای تحصیل و زندگی به آمریکا می آیند گفت حکومت ایران درویی می کند در حالی که مقامات رژیم شعار مرگ بر آمریکا سر می دهند خانواده هایشان را با استفاده از منابع مردم ایران به کشور به اصطلاح شیطان بزرگ می فرستند تا در این کشور زندگی و تحصیل کنند. فرمان ریاست جمهوری آمریکا در پیوند با مهاجران از 7 کشور ایران، سوریه، عراق، لیبی، یمن، سودان و سومالی که معروف شد به فرمان مهاجرتی ترامپ 9 بهمن 1395 صادر شد، یعنی همون 2 سال و نیم پیش. ممنوعیت صدور هر گونه ویزا برای شهروندان 7 کشور ایران، سوریه، عراق، لیبی، یمن، سودان و سومالی به مدت 90 روز با عنوان جلوگیری از ورود تروریست های تندرو اسلامی. بعد از 1.5 سال از صدور این فرمان 5 تیر 1997 دیوان عالی آمریکا به نفع فرمان مهاجرتی ترامپ درباره ممنوعیت سفر اتباع چند کشور عمدتاً مسلمان از جمله ایران به آمریکا رأی داد. ایران، سوریه، لیبی، یمن و سومالی جزو کشورهایی هستند که ورود اتباع آنها به آمریکا ممنوع است. اتباع ونزوئلا و کره شمالی نیز محدودیت‌هایی برای ورود به خاک آمریکا دارند. از فهرست اولیه فرمان مهاجرتی ترامپ، سودان و عراق حذف شدند. از آخر سال 95، همون بهمن و اسفند 95 فرمان مهاجرتی اول تا تیر ماه 97 به ندرت ویزا برای ایرانیا صادر شد. از تیر ماه 97 تا امروز، یعنی در میشه 14-15 ماه گذشته، تا اونجایی که بنده میدونم هیچ ویزایی برای ایرانیا صادر نشده، یا اگرم ویزای دانشجویی فقط صادر شده از ورود دانشجوی پذیرفته شده جلوگیری شده، حالا به اشکال مختلف، منظورم غیر دولتی هست. دولت آقای ترامپ میگه بعد از اجرا شدن این فرمان مهاجرتی آمریکا امن‌تر شده. اون فرمان مهاجرتی سال 95 و بعدم تاییدش در دیوان عالی کشور ایالات متحده در سال 97 آیا تأثیری در اقامت و زندگی خانواده مقامات ارشد جمهوری اسلامی و وابستگانشون، نه مردم، در آمریکا داشته؟ خانواده مقامات ارشد حکومت ایران در آمریکا کیا هستن و چه میکنن؟ یه چند نمونه لااقل. نوه آیت الله محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان و دبیر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و دبیر جامعه مدرسین حوزه های علمیه سراسر کشور، رئیس جامعه مدرسین سراسر کشور، روزنامه جوان در گزارش نوشت آن دختر نوه دختری آیت الله یزدی است، اما چرا گفته نمی شود که او دختر دکتر محمد رضا تخشید، رئیس اصلاح طلب دانشکده حقوق دانشگاه تهران است. پدر زهرا خانم تخشید استادیار گروه روابط بین الملل و رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران هستند. خود آقای محمد رضا تخشید هم تحصیل کرده آمریکان. با دختر هست آیت الله یزدی که خیلی هم ضد آمریکایی مثلا تشریف دارن ازدواج کردن و یکی از محصولات این ازدواج زهرا خانم. زهرا خانم تو دانشگاه حقوق دانشگاه فورد هام نیویورک تحصیل میکنن یا نمیدونم میکردن. سوال، چجوری ایشون ویزا گرفتن؟ مگه حتی بعد از اینکه پذیرش دانشگاه بیاد برای متقاضی در ایران چک امنیتی و سابقه و این چیزا برای صدور ویزا نیست؟ این که دیگه مربوط به دانشگاه نیست، مربوط به دولت قطعا هست. پس چجوری؟ یکی دیگه از این خانوما، خانم لیلا خاتمی است، دختر بزرگ حجت الاسلام محمد خاتمی،
خاتمی 8 سال رئیس جمهور نظامی بوده که هویتش با مرگ بر آمریکا تعریف میشه. خانم لیلا خاتمی دکتراشون رو در ایران گرفتن، بعد مهاجرت کردن به آمریکا و شدن استادیار ریاضی توی کالجی تو نیویورک. ساده ترین سوال اینه که اینا چرا از ایران میزنن بیرون؟ اصلا کاری ندارم که خرج زندگی و تحصیل و اقامتشون تو خارج که خیلی هم گرانه، به دلیل اینکه تحصیل دانشگاه تو آمریکا علل قاعده همشون پولیه، همش از جیب مردم بدبخت ایرانه. وگرنه اگه اینا تو قدرت نبودن که آخوند پنجزاری قبل از انقلاب که نمیتونست بچه‌شو بره حتی بفرسته یه ده دیگه، چه برسه بفرسته خارج، بفرسته آمریکا. والا حالا کاری نداریم به این قسمت. اینا اگه راست میگن جمهوری اسلامی براشون اصل است و مقدس است و این حرفا، میگن دیگه، همشون میگن، همین خاتمی و امثاله هم میگن، چرا نمیمونن تو ایران این بچه ها درس بخونن و درس بدن؟ اینایشون رو میگم که اهل درسن و بقیه که حالا اشاره خواهم کرد. واشنگتن تایمز در گزارشی با اشاره به اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که آمریکا را بزرگترین تهدید برای همه جهان خواند نوشت، این اظهارات در حالی مطرح شده که دختر علی لاریجانی یعنی فاطمه اردشیر لاریجانی در اوهایو اولین سال دوره رزیدنسی پزشکی خود را در امنیت کامل می‌گذراند. او در دانشگاه پزشکی کلیولند که یکی از بهترین دانشگاه پزشکی جهان بر اساس رنکینگ دانشگاهی است تحصیل می‌کند. واشنگتن تایمز درباره گلپسر گروگانگیر ارشد معصومه ابتکار هم نوشته، عیسی هاشمی دانشجوی دکترای دانشکده روانشناسی حرفه‌ای شیکاگو شعبه لس آنجلس است. مادر او معصومه ابتکار مشاور رئیس جمهور روحانی در امور زنان است. او سخنگوی گروهی بود که در ابتدای انقلاب 57 سفارت آمریکا در تهران را اشغال کردند و پرسنل آن را گروگان گرفتند. یه پرانتز باز کنم که شاید ندونید که ایشون یعنی همین آقای عیسی هاشمی گلپسر دو سر گروگانگیرن. پدر ایشون هم جزو گروگانگیرا بود و به گفته خودش از طراحان گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی بود. محمد هاشمی اصفهانی از طراحان اشغال لانه جاسوسی آمریکا بوده. دارم از روی این روزنامه میز نفت، سایت میز نفت میخونم، چون خودش میگه لانه. آقای محمد هاشمی همین امروز هم مصاحبه میکنه میگه لانه، نمیگه سفارت آمریکا. بعد پسرش اینجا اومده فلان اینا. خب طراحان اشغال لانه جاسوسی آمریکا بوده و در میان همین ماجرا با معصومه تو پرانتز نیلوفر آشنا می شود. معصومه ابتکار وی در این زمینه می گوید تولد طرح تسخیر لانه جاسوسی جمعی بود. این که از زبان چه کسی بیرون می آید اختلاف در اصل ایجاد نمی کند. وقتی دوستانش خسرو تهرانی و حجاریان برای راه اندازی و ساماندهی سیستم اطلاعاتی از او دعوت می کنند، درنگ نمی کند و در بخش خارجی و ضد جاسوسی اطلاعات نخست وزیری مشغول به کار می شود و بعدها به وزارت اطلاعات می پیوندد و تا اواخر دهه 60 در آنجا می ماند. ایشون همه همون می دونیم جنایت هم جنایت غیر از دوزی و فلان جنایت کردن و جنایتکارن، اینایی که تو وزارت اطلاعات به ویژه در دهه 60 بودن. ایشون بابا جون عیسی جان هاشمی هستن، شوهر جون نیلوفر ابتکار، معصومه ابتکار که بعد از انقلاب شد معصومه. واشنگتن تایمز سراغ گلپسرهای دوروبر حسن روحانی رئیس جمهور تدبیر و فلانم رفته و نوشته، احسان نوبخت استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه جورج واشنگتن است و خواهرش نیلوفر نوبخت دستیار بالینی استاد در دانشگاه UCLA. احسان و نیلوفر بچه های علی نوبختن که نماینده مجلس شورای اسلامی است. علی نوبخت برادر منباقر نوبخت معاون حسن روحانی و رئیس سازمان برنامه و بودجه است. واشنگتن تایمز نوشته یکی از این وابستگان به مقامات ارشد جمهوری اسلامی علی فریدون برادرزاده رئیس جمهوری اسلامی ایران است. همین گل پسر که کلش رو برده از اون وسط فلان بیرون.
ایشون باباشه. پدر گلپسر حسین فریدون برادر حسن آقا روحانیه که بهش 5 سال زندان دادن همین اخیراً، چون یه قلم 31 میلیارد تومان رشوه گرفته طبق نوشته پروندهش. پسر این بابا آقای علی فریدون، من نمیدونم باش میکنم، تا همیز نوشته مهندس ارشد یک کمپانی آموزشی در نیویورک است، مکرو هیل ایژوکیشن. واشنگتن تایمز به سید حسین موسویان هم اشاره کرده و نوشته سید حسین موسویان مذاکره کننده ارشد اتمی سابق ایران که سمت‌های متعدد در وزارت خارجه جمهوری اسلامی داشته، از دانشگاه ساکرامنتو در کالیفرنیا فارغ التحصیل شده و حالا داره در آمریکا به عنوان پژوهشگر در دانشگاه پرینستون ادامه حیات می‌دهد. کلی آدم هم هستن که بردن و دارن میخورن و چون دیگه امروز تو دولت یا تو مجلس نیستن یا به هر حال چهره مذاکراتی و فلان و اینا نیستن، چرا خاموش خودشون و خانواده هاشون تو آمریکا و کانادا و اروپا بگیشه و جاهای دیگه دارن دور دور میکنن. نمونهشو عرض کنم خدمتتون که بحث طولانی هم نشه. ببینید نعمت الله پوستین دوز، این آقا در سال 1388 به مدیر عاملی گروه خودروسازی سایپا منصوب شد. پوستین دوز که در کنار علی اکبر جوانفکر، من دارم این رزومه یا به اصطلاح زندگی نامه کوتاه ایشون رو روی وبسایت رسمی جمهوری اسلامی میخونم. پوستین دوز که در کنار علی اکبر جوانفکر، محمد شریف ملکزاده، حمید رضا بقایی، محمد رضا رحیمی، عبدالرضا داروری و برخی دیگر از یاران نزدیک و عوامل اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر احمدی نژاد تو دوره ریاست جمهوریش شناخته می شود، همواره انبوهی از شایعات را با خود یدک می کشید و بعد از برکناری از سمت خود در سایپا بلافاصله به مدیر عاملی شرکت ملی مس انتخاب شد. او در حدود 45 روز بعد از این سمت هم کناره گرفت. پوستین دوز در آخرین روزهای کاری دولت احمدی نژاد به اتهام خروج غیرقانونی پول بازداشت و روانه زندان شد، اما در اوائل دی ماه همان سال با قرار وثیقه آزاد شد. خب گلپسر ایشون به اسم عارف پوستین دوز به گزارش رسانه‌های دولت رقیب یعنی دولت روحانی در لاس وگاس تشریف دارن. عارف خان از وقتی بچه دبیرستانی بود باباش فرستادش آمریکا برای تحصیل علم و تحصیل کامارو و بقیه چیزا. حالا با فرمان جدید ریاست جمهوری آمریکا قرار است که این روند ادامه پیدا نکند. فرمان جدید ریاست جمهوری آمریکا برای ممنوعیت و محدودیت ورود مسئولان جمهوری اسلامی و خانواده هاشون به آمریکا چهارشنبه 3 مهر 98 صادر شد. متن مقدمه فرمان که هفته پیش خدمتون عرض کردم یه بار دیگه خلاصه‌شو میخونم. حکومت ایران حامی تروریسم است و سپاه پاسداران و نیروی قدس آن از تروریسم حمایت میکند و در عملیات تروریستی مستقیما دخالت دارد. حکومت ایران شهروندان آمریکایی را خودسرانه زندانی میکند، در ایجاد بحران‌های انسانی نقش دارد، همسایگانش را تهدید میکند، کشتیرانی بین المللی را تهدید می کند و به حمله های سایبری ویرانگر دست می زند. این رفتارها صلح و ثبات منطقه خاورمیانه و فراتر از آن را تهدید می کند. بنابراین تعلیق یا محدود کردن مجوز ورود مقام های ارشد حکومت ایران و خانواده های آنان، چه مهاجرتی و چه غیر مهاجرتی، به ایالات متحده به نفع آمریکاست. بعد از این مقدمه در توضیح، در واقع این مقدمه است که در بندهای پایینی فرمان مشخص کرده این فرمان رو و نوشته کسایی که گرین کارت دارن یعنی اجازه اقامت دارن در آمریکا و قبل از صدور این فرمان اجازه اقامت در آمریکا رو گرفتن، یعنی قبل از صدور، وقتی گرین کارت بنده امروز دارم یعنی قبل از اینکه این فرمان هفته پیش صادر بشه من این گرین کارت رو گرفتم، میگه کسانی که گرین کارت دارن یعنی تمام کسایی که بنده در بالا براتون نام بردم لااقل اکثرشون مشمول
استثناء می شوند، مگر اینکه مهمان محترم برنامه بنده رو اصلاح بفرمایند. در این باره آقای حسن دایی تشریف دارن یا تشریف در خدمتتونم؟ اینجا تشریف دارین آقای دایی؟ سلام عرض میکنم. خوش آمدید به امشب برنامه صفحه آخر. آقای دایی ممنونم ازتون. آقای دایی بذاری من بخونم اینن. در فرمان جدید ریاست جمهوری آمریکا، ورود مقام‌های ایرانی و خانواده آنها، خانواده درجه یک آنها، چه به عنوان مهاجر یا حتی برای اهداف غیر مهاجرتی ممنوع شده است. این فرمان چقدر و چگونه قابلیت اجرایی داره آقای دایی؟ از کنم که الان که همطور که اشاره فرمودید چند ساله که کلن به کسانی که دارنده پاسپورت ایرانی هستن، حالا چه ژن خوب داشته باشن، آقازاده باشن یا نباشن، ویزا نمیدن. بنابراین اولین سوال که مطرح میشه نه معطوف به آینده، معطوف همین هست اینجان که چطور به اینها ویزا دادن، به اینها اقامت دادن. آقا چطور میشه در گذشته مادرش سالخورده، پدرش سالخورده یه ایرانی که در اینجا شهروندم شده برای دیدار فرزندش اگه میخواست بده، بعد با کلی مشکلات میخواست بره دنبال ویزا، آخرم بهش نمیدادن. بعد اینها حالا فقط آقازاده ها نیستیم بگیم من فیلتر یواشکی عبور کردن، مسئولین چطور به اینجا اومدن. بنابراین تا مشخص نشه که اینها چطور اومدن، یعنی کجا این فیلترها سولاخ بوده، تا این رو متوجه نشن و بعد رسیدگی نکنن به گذشته، واقعش اینه که فایده ای نداره و خطرات امنیتی آمریکا رو تهدید میکنه از حضور اونا که میتونه ما رو مورد بحث قرار بده. ببینید آقای دایی، من اشاره کردم در این مقدمه طولانی که شاید تشریف داشتین و سرتون درد اومد درباره همین فرمان جدید که به صراحت نوشته کسانی که گرین کارت دارند استثناء هستن، یعنی این فرمان شامل حال اونا نمیشه. خب اینایی که گرین کارت دارن یعنی چی؟ یعنی آقا یا خانم آقازاده یا فلان کسی که در دولت بوده است و در اینجا حالا داره به عنوان کارشناس در فلان دانشگاه مثلا کار میکنه، میره ایران در جلسات جمهوری اسلامی با مقامات جمهوری اسلامی که طبق همین فرمان باز محروم شده اند از اینکه بتونن ویزا بگیرن بیان، با اونا ملاقات میکنه، جلسه میذارن، بحث میکنن، جاهای لازمی که میرن میشینن با مقامات و بعد دستورات رو میگیرن میارن در آمریکا، خب اجرا میکنن، برنامه ریزی که در اون جلسات میشه میارن اینجا اجرا میکنن، از آمریکا هم که میرن قطعا اطلاعات میبرن ایران. این چه ارتباطی میتونه داشته باشه با، میدونین من دارم در واقع تمام نقاط مبهم این فرمان رو میخوام ببینم تا کجاش میشه بحث کرد. ببینید طبق این فرمان اگه درست باشه این استدلال، خب باید پرسید که خب چرا در گذشته جمهوری اسلامی که قبلا هم تروریست شناخته میشده، خب چرا قبلا به اینها ویزا میدادید؟ اول از همه بنابراین اگه دلایلی وجود داشته که به اینها ویزا دادید علارغم هم مسائلی که گفته شده، خب باید گرین کارت اینا رو پس بگیرید. اصلا بیشتر اینا چطور اومدن آمریکا، یعنی راه ورودشون چی بوده؟ خب چون ایرانی ها به طور کلی عمدتا روی سه دسته مهاجرت میکنن به آمریکا، میان به آمریکا، یکی ویزای تحصیلیه، یکی از طریق خانواده، یعنی یه نفر که شهروند شده میتونه بستگان درجه اول خودش رو بیاره، یکی هم از طریق بیزینس سرمایه گذاریه. مهمش این آقازاده ها از طریق تحصیل، چون هم تو که میدونید در ایران دانشگاه های خوب سهمیه دارن. همین چند روز پیش من دیدم معاون وزیر پزشکی، وزیر بهداشت گفته بود که 60% سهمیه پزشکی و دندان پزشکی دانشگاه ها 60% سهمیه ایه، یعنی ایثارگر و جانباز و بسیجی و چی و چی. خب این آقازاده که ماشاءالله همشون ژن خوب دارن میرن دانشگاه خوب، در اونجا لیسانسشون رو میگیرن، عموما برای دوره لیسانس به بالا برای تخصص یا دکترا میان آمریکا، راحت تره، با ارتباطات زیادی هم که در آمریکا دارن و حمایتایی که میشه میان. بدون تردید اگر واقعا اینها رو چک امنیتی میکردن به خیلی ادنا نمیدادن، ولی وزارت خارجه آمریکا از زمان خود آقای جورج بوش همین بود، قبلش همین بود، ولی به خصوص از دوره های آخر آقای جورج بوش و دوره آقای اوباما این روند تشدید شد، اصلا استقبال میکردن که این آقایون تشبیه را اینجا. خب
حالا همونطور که اشاره کردی اینا میان اینجا میمونن، شبکه نفوذ جمهوری اسلامیان راحت میرن و میان. یعنی دارن میگن که اینا اگه گرین کارت گرفتن دیگه ما بهشون کاری نداریم. بذار من یکی دو تا مثال بدم ببینید. یه آقای حال نمیدونم بسیار سیاست برنامه است اسو برام یادم، ایشون در دانشگاه مریلند تشریف آوردن که دکترا بگیرن در قسمت پژوهش‌های اجتماعی. ایشون ده سال دایی معذرت بخوام، ما در برنامه میگیم که به روال معمول برنامه صدای آمریکا ما الزاماً هم نظر مهمانان محترم برنامه نیستیم، بنابراین به من چه هرچی میخوایم بگیم بگیم. عرض کنم که من در این مورد بارها صحبت کم در گذاشتم. آقای دکتر الان ایشون دارم میشن دکتر ابراهیم محسنی که من یادمه که اولین نظرسنجی های قلابی با کمک نهادهای امنیتی در ایران، یه بخش هم از دانشگاه تهران که اون مرندی که پدرش پزشک خمینی بوده خودش هم مثلا وابسته به احمد نژاد، یه مرکز درست کردن با کمک نهادهای امنیتی نظرسنجی جعل میکنن. نظرسنجی های مردم عاشق این حکومتن، 80% خامنه ای رو میخوان، برنامه هستی خوششون میاد، گناه مشکلاتشون رو گردن آمریکا میندازن، دشمن نمیدونم اسرائیل، این حرفا. این آقا در دانشگاه مریلند ایشون تشریف آوردن نمیشن دکترا، الان که اقامت دائم هم گرفتن و خب خدا رو شکر میرن میان با کمک نهادهای امنیتی. من گزارش اولی که دادم ایشون میرفت تهران هم تو که شرکت برای بسیج دانشجوی سخنرانی میکرد، با نهادهای امنیتی همکاری میکنه ایشون در آمریکا. خب این نظرسنجی ها آخرش کجا سر در میاره؟ واشنگتن پست، نیویورک تایمز، در بهترین مؤسسات تاثیر میذاره رو سیاست آمریکا. یه مثال دیگه بدم خدمتتون، من میتونم تا فردا صبح اگه من اجازه بدید مثال شخصی بیارم از مادران و پدرانی که نمیتونن بیان آمریکا به علت مشکلات ویزا، با چه مصیبتهایی میرن دنبالش خرج نمیتونن. من میخوام ببینم این آقای حسین موسویان که سفیر سابق جمهوری اسلامی در آلمان بود که در زمان ایشون قتل‌های ترورهای خارج از کشور شد، قتل میکنوس شد، متهم ایشون، من با پرونده ایشون دیگه اصلا چطوری ایشون در سال 2009 اومد شد پژوهشگر دانشگاه پرینستون، الان که اقامت هم گرفته ایران هم تشریف میبرن میان قشنگ میره ایران رو میاد. حتی من دیدم جواد ظریف توی تلویزیون خود جمهوری اسلامی ازش سوال کردن، گفت آقای حسین موسویان با خود ماست، تعریف تمجید هم ازش کرد. خب من خودم این چجوری این خطر امنیتی نداره. چند یه مثال دیگه، آقای عباس ملکی 16 سال این حضرت آقا معاون وزارت خارجه بوده در زمان ولایتی، 16 سال قبل از اون اول انقلاب ایشون در کمیته انقلاب تجریش فعالیت میکردن، یعنی آدم میکشتن، حالا چه پرونده داره بماند. این آقا سر از دانشگاه MIT و هاروارد در بود به عنوان پژوهشگر سال 2006-2007. من اینم سال 2007 یه گزارش به انگلیسی نوشتم که 3 معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بوستون در دانشگاه ها دارن کار میکنن و اقامت گرفتن، عباس ملکی، عطایی و محلاتی. یه آمریکایی من گفت چقدر تو ساده ای که اعتراض میکنی. خب معلومه وزارت خارجه آمریکا خیلی استقبال میکنن بیان، کانال ارتباطی دارن، ولی خطرات امنیتیش که نمیبینن. یعنی چی خیلی استقبال میکنن بیان؟ یعنی چی؟ بله؟ یعنی چی خیلی استقبال میکنه بیاد وزارت خارجه آمریکا؟ خب یکی که میگن خب کانالای ارتباطی، ولی تو دستگاه فکری مماشات اینا همیشه فکر میکنن یه جنایت تو داخل ایران که اگه به اینا میدون بدن و بیان باشون دوست بشن میان جمهوری اسلامی رو اونا درست میکنن. خب آقا خوب عباس ملکی، حالا من مکی تالا عباس ملکی شده مثلا معتدل، بیان اینا بیان اینجا کانال ارتباطی با ما بیشتر رابطه برقرار کن تا بتونیم تاثیر بگذاریم. یه موقعی بود من یادم تو فرانسه میگفتن این کشورهایی که قبلا کلونی فرانسه بودن مال آفریقا همشون میمدن فرانسه تاثیر میکردن که رؤسای جمهور بعدی از طرفداران فرانسه باشن. اینا به همین خیال که این آقایون که تشمیان اینجا اینا میشن کانال نفوذ ما در داخل، مثلا لابا خیال میکنن دیگه که اینا میان اینجا با ما دوست شد، نمیدونن که اینجا اومدن اینا رسما برای جمهوری اسلامی فعالیت میکنن به ضرر مردم ایران. بعدم میشن یکی مثل ظریف و بعدم میشن یکی مثل ظریف و نمیدونم ولایتی و نمیدونم بقیه شون دیگه. آه پرن، یعنی پرن اون شبکه. آی دایی دو نکته رو فقط شما فرمودین، یکی درباره اون نظرسنجی که گفتین مثلا میرن نظرسنجی میکنن
درباره کی بود گفتین که نظرسنجی اینجا؟ آقای ابراهیم محسنی. آقای ابراهیم محسنی که گفتین نظرسنجی هاشون جعلی است و بعد میاد در واشنگتن تایمز و واشنگتن پست و اینا هر 6 ماه یه بار یه نظرسنجی در دانشگاه شروع پژوهش کرد. حالا با مذهب نظرسنجی ها رو تو ایران درست میکنن، میدن حضرت آقا میاد اینا رو اینجا منتشر میکنه به من نظرسنجی که در ایران انجام شده خیلی دقیق، که من یادم سال 2009 که میلیون ها نفر تو خیابون بودن بعد از اون تقلب انتخاباتی، یعنی سال 1388 که 81% مردم ایران میگن احمد نژاد رئیس جمهور مشروعه و انتخابات هم آزاد بوده. این حضرت آقا میاد 6 ماه بعد یه نظرسنجی منتشر میکنه تو تمام رسانه ها پخش میکنه. بعد اون نظرسنجی که اشاره میکنیم مال سال 88 منتشر شد که 81% طرفدار احمدی نژاد، میگم من همه منتشر شده ها رو دارم میگم، همه اینا که میگم منتشر میشه، یعنی اول میاد تو دانشگاه مریلند، معمولا لابی های جمهوری اسلامی ها میشینن و شلوغش میکنن و یه سری از این خبرنگاران دوستم میان یکی دو تا روزنامه مینویسن بعد پخش میشه. آخه اگر ما مطمئن نباشیم که جعلی هست، یعنی سندی نداشته باشیم که جعلیه، خب حتما درست بوده که سال 88 که مردم ریختن تو خیابون همون همزمان 81% مردم طرفدار احمدی نژاد بودن دیگه. حتما مثلا همون موقع مردم یک سال دو سال بعد نظرسنجی کرده بود که 61% مردم ایران گفتن اختیارات ولی فقیه کمه، بعد بیشتر بهش اختیارات بدیم. مثلا 85% گفتن آزادی ها در ایران به اندازه کافیه. خب اینا عقل اصلا احتیاجی به این نیست که ما ردیابی امنیتی بکنیم، اندکی عقل سالم. ولی من رفتم اینا رو در آوردم، کدام بخش در دانشگاه تهران به کمک مرندی کیا پشتشن، چجوری کار میکنن، چجوری جهل میکنن، چه بخش های از سپاه پاسداران، یعنی کاملا مشخصه. منظور من اینه که این آدم هایی مثل حسین موسویان، مثل عباس ملکی، مثل این آقا و صدها نفر دیگه که اینجا با خیال راحت فعالیت میکنن، ایران میرن میان، همه جور دارن کار میکنن، اولا سیاست آمریکا رو مخدوش میکنن، تاثیر میذارن، افکار عمومی رو فریب میدن، به ضرر مردم ایران هم هستن. چرا؟ چون سیاستی رو میکنن تبلیغ میکنن که در جهت منافع حکومت ایرانه. آقای دایی درباره آقای موسویان اشاره کردین، گفتین که همچنان متهم هست در پیوند با پرونده میکونوس در آلمان، اینو بنده نمیدونم، یعنی آیا واقعا همچنان متهمه یا متهم بوده و بعد ایشون مبرا شده از اتهام؟ مجازاتی صورت نگرفت؟ خواهش میکنم. در دادگاه میکنون ایشون اولا سفیر جمهوری اسلامی بود، قبل از حتی این ترورهایی که از وظایف اینهایی بود که رفسنجانی که اومد، گروگانهایی که حزب الله به خاطر جمهوری اسلامی گروگان گرفته بود یکی یکی آزاد میکردن، در مقابلش پول و باج میگرفتن از غرب. این آقا یعنی موسویان رسمی، یعنی گوگل کنید میبینید ایشون دلال آزادی گروگان‌ها و دریافت امتیازات بود. یک. بعد ترورهای خارج کشور که شروع شد، طبق اسناد تمام دادگاه‌های اروپا که این جنایات رو بررسی کردن، در فرانسه، در سوئیس، آلمان و ایتالیا، سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی مرکز لوجستیک و حمایت از این عملیات تروریستی بودن. در مورد دادگاه میکونوس هم به طور مشخص معلوم شد که کاظم دارابی، یکی از قاتلان که 10 سال هم زندانی کشید، با سفارتی که این آقا سفیرش بود رابطه داشته. در حکم دادگاه میکونوس هم مشخص شد که تصمیم رو وزارت خارجه جمهوری اسلامی، رفسنجانی و وزارت اطلاعات گرفته بودن، سران جمهوری اسلامی گرفته بودن. چطور میشه وزارت خارجه جمهوری اسلامی، یعنی بالا سر حسین موسویان که سفیر بوده، تصمیم به ترور گرفتن، نقش فعال داشتن، نقش لوجستیک داشتن، این سفارتخانه پاک پاک بوده. اما به خاطر اینکه درست بعد از رأی دادگاه میکونوس، برای اینکه دنبال نشه قضیه، فشار به جمهوری اسلامی زیاد بود، محمد خاتمی رئیس جمهور شد در سال 1376. اصلا اروپا دیگه مدار رو عوض کرد، از تعقیب این فشارها دست کشید، وگرنه به اعتقاد من اگر دنبال میکردم واقعا بعد تمام این بساط اینها رو در اروپا جمع میکردم. ولی خاتمی اومد و با لبخند گفته بود تمدن ها یه دوره پایان داد. ولی با همه احوال با کدوم معیار آقای فلاتیز، با کدوم معیار به ایشون ویزا و اقامت دادن؟ سه بار ایشون طبق اسناد خود کاخ سفید، سه بار ایشون در سال 2013-14 به کاخ سفید رفته بود که مشورت بده.
تو تیمی که در دانشگاه پرینستون ایشون کار میکرد کسی بود که با وزارت خارجه آمریکا کار میکرد، یعنی هم تیمش ایشون کار میکرد، بعد بودجه های ایشون استفاده میکرد که دولت آمریکا حمایت میکرد. به چه دلیل آقای آدم که سفیره؟ چرا یه مادر سال خورده، یه دانشجوی دانشجوی متخصصه که واقعا زحمت کشته میخواد به آمریکا نمیتونه بیاد، این آقا چیه؟ دانشگاه کنت، من هم دانشگاه کنت به ایشون چجوری دکترا داده؟ ایشون در اوج این که سفیر اینا بوده که دکتر شده، پشت اومده اینجا مثل دکترای روحانی میمونه در اسکاتلند. آقای دایی، یک بخش دیگه، حالا مختصر این قسمت رو خواهش میکنم پاسخ بدید چون سوالای اصلی تر مونده هنوز، وقتم که خیلی نداریم. یه قسمتش پولایی است که اینا هیچ کدوم، اینا من تو مقدمه عرض کردم که آمریکا دانشگاهاش مجانی نیست و بعض دانشگاهاش هزینه های خیلی سنگینی هم داره برای تحصیل. این پولی که اولا وارد اینجا میشه از ایران برای مثلا به اسم اینکه طرف بیاد تحصیل بکنه، فلان آقازاده یا خود آقا بیاد تحصیل بکنه، و غیر از این سرمایه هایی که آورده شده، ما دیگه نمیتونیم پنهان بکنیم که چون داریم در اونجا زندگی میکنیم با کلی وکلا ارتباط داریم و اینو آگاهیم، آگاه شده ایم که یه عده از بازنشسته های سپاهی یا خود سپاهی ها به اسم حضور در اینجا، گرفتن اقامت در اینجا از طریق نکته‌ای که شما گفتین سرمایه گذاری پول آوردن، نزدیک مثلا $1,000,000 برداشته طرف آورده اینجا سرمایه گذاری کرده و که بتونه کارت گرین کارت بگیره، کارت اقامت بگیره، و تعدادشون هم کم نیست این افراد که بویژه در از دوره جورج بوش، جورج دبلیو بوش و بعد دوره آقای اوباما اینها اومدن، من نمیدونم دوره آقای ترامپ که اصلا بسته بود به طور کلی را، ولی اینها هستن. خب این سرمایه ها یا نسبت با، من دارم سوال میکنم در پیوند با همین فرمان جدید مهاجرتی ترامپ، آیا این سرمایه ها طبق این فرمان قابل شناسایی هست؟ خب ببینید، یه بخشش متاسفانه آمریکا کوتاهی کرده و همین سرمایه هاست، یعنی دقت نمی کنه. یه کسی به عنوان ارث، به عنوان چی، هزار جور میتونن با هزار کلک از ترکیه از جاهای دیگه پول بیارن و اومردن و میارن. حالا مثلا کانادا 100 برابر اینجا بوده چون اونجا واقعا دیگه شده مأمن دزدا، یعنی اصلا دیگه یه نفر دزد جمهوری اسلامی بشه اگه بری یه کشور دیگه ممکن کانادا اعتراض کنه بگه چرا پیش ما نیومدی. ولی اینجا هم با شیوه های مختلف، به ویژه همینی که گفتید و با پاسپورت های دیگه هم، حتی با پاسپورت سنت کیتس و جزایر همین باهاماس و هم جاهای دیگه اومدن و میان. آمریکا تا ضربه نخوره، تا یه نفر خلافی نکنه دنبال اینا نمیره، چون انرژی میبره، وقت میبره، مثل همین کسانی که گرین کارت دارن، تا ضربه میخوره میفهمه یکی از اینا که اومده قبلا سپاهی بوده یا داشته تجهیزات هسته‌ای میخریده گریبانشون میگیره، ولی آخرش از اینها ضربه خواهد خورد. یعنی اینها کسانی که در نهایت در حالا سوای که پول مردم ایران دزدیدن و اینا، در نهایتش به آمریکا ضربه خواهند زد. حالا امیدواریم که اینا به جایی و هیچ کسی نتونه ضربه بزنن. آقای دایی، یک بخش مهمی از این بحث این است که اینکه گفتم امیدوارم نتونن ضربه بزنن، امیدوارم قوانین طوری باشه که به هر حال جلوی اینا رو بگیره دیگه، و از طرف دیگه دست و باز بذاره برای مردمی که اصلا به دلیل همین حضور تروریسم در ایران و حکومت تروریستی جمهوری اسلامی ناگزیرن یا بچه‌هاشون خارج از کشورن بیان و بچه‌هاشون سر بزنن، یا اینکه بچه‌هاشون نمیتونن برن ایران چون ترور میشن، اعدام میشن، نمیدونم بازداشت میشن، و میدونیم که ما میلیون ها داریم از این خانواده ها در خارج از کشور. اونها به هر حال دقیقاً امیدوارم شرایط چنان نشود که سنگ ها بسته و سگ ها رها شده بشود، خلاصه در پیوند با این روند. ولی حالا دولت آقای ترامپ میگوید که آمریکا امن‌تر شده و دولت دارد در جهت به سرعت در جهت هرچه امن‌تر شدن حرکت میکنه. در این مسیر یک پرسش کلیدی که باز مطرح میشه حضور شبکه‌ای از مساجد و مراکز اسلامی است
که بودجهشون رو طبق اسنادی که ببیشه خودتون هم این اسناد و بخش زیادش منتشر کردین، در واقع بازنشر کردین، بنیاد علوی میده طبق اسناد روشنی که هست و این افراد توشون کسایی هستن که امام جماعتای اینها و مسئولین این شبکه در واقع خیلی هاشون میرن ایران میان و موقعیت رسمی دارن. مثلا طرف یکی از اعضای سازمان تبلیغات اسلامی مثلا در ایران زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و بعد اینجا به عنوان امام جمعه مثلا داره فعالیت میکنه، کار میکنه، مردم بسیج میکنه اینها. خب اینا که در از هر طرف این قوانین در آمریکا نگاه بکنیم تجسم تروریستن. این شبکه ها چجوری هن آقای دایی؟ عرض کنم که واقعش اینه که وقتی ما در مورد نفوذ جمهوری اسلامی در میان مسلمانان آمریکا میگیم، اولا احترام میذاریم به مسلمانان آمریکا که در اکثریت تقریبا بسیار زیادشون اصلا با افکار جمهوری اسلامی مخالفن، هیچ رابطه ای هم ندارن. در آمریکا حدود 3.5 میلیون مسلمان هست که نزدیک 500,000 شیعه هستن. جمهوری اسلامی بیشتر متوجه ایناست. با این به سر شعارهای ضد اسرائیلی و اینا سعی میکنه اینها رو جذب بکنه، خودش رهبر اینا بکنه. و با بودجه هایی هم که خرج کرده تونسته یه سری مساجد و مراکز اسلامی و مدارس و اینها رو خودش درست بکنه که الان زیر نظر کنترل کامل خودشه. در یه سری زیادی هم نفوذ داره و واقعا این خطر برای آمریکا ضربه خواهد خورد. یعنی اینها رو جمهوری اسلامی از میان اینها برای سپاه قدس، برای سلولهای خفته یارگیری میکنه. این ادعا نیست، قبلا هم خود آمریکا تجربه کرده. یه سری از این مراکز که مال خودشه، یکی مهمترین و قدیمی ترش مرکز اسلامی هوستونه که با همین حمایت بنیاد علوی راه افتاده که در اونجا نماز جمعه برگزار میکنن، کلاس دارن، حوزه دارن، برای خانواده ها برنامه دارن، اردو دارن، بعد مدرسه فارسی دارن و تظاهرات سیاسی هم حتی میان در بیرون انجام میدن. این مرکز قدیمی ترین خیلی مهمه. تو هم نزدیکی شهر شما در واشنگتن، در مریلند، در مرکز اسلامی مریلند که اون هم از قدیمیات بادن با بودجه با حمایت مالی بنیاد علوی را افتاده، نماز جمعه دارن، کلاس دارن، برنامه های سیاسی دارن، دم سالگرد انقلاب و اینها و کلی سعی میکنن از میان مهاجرین نیرو جذب کنن. یکی از مراکز مهمشون هم تون نیویورک که مرکز اسلامی دارن، بعد مرسه رازی که وابسته به همونه، کلاس دارن، برنامه دارن. آقای دایی معذرت میخوام، عذر میخوام. ببینین افراد مهمن، خلاصه من به طور خلاصه عرض بکنم، تا مراکز فلان مسجد رو شما نه تنها نمیبندین بلکه کمک میکنین اگر که پیروان یک آیین یا چه مسلمان چه مسیحی چه بهایی هر جا اگر جای آرامی میخوان برای به حال نیایش خودشون، شونات خودشون، هر چیزی کمک میکنین بهشون که آقا بیا برو خانم بیا برو اینجا مثلا فلان، خب اون بحث دیگری است. افرادی که اینها رو اداره میکنن، اینها کدوماشون دقیقاً در چارچوب این فرمانهای مهاجرتی میگنجن و باشون برخورد نمیشه؟ ببینید چند تا شو که مثلا در مورد مرکز اسلامی هوستون معمولا تمام رؤساشون رو در تهران تعیین میکنن، مرتبا به تهران میرن و میان، تو حوزه علمی قم هستن و کاملا به طور مشخص زیر نظر نظامن. ولی یه مثال خیلی روشن، مثال روشن، اینا یه سری روحانی دارن، حالا یه سریشون روزخونن، یه سریشون امام جمعن، یه سریشون مبلغن مثلا وعظ میکنن و اینها، که اینها یا در انگلیس تو مراکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی تو انگلیسن یا اینجا، چون زبان بلدن، در قم هم تحصیل کردن و زیر نظر همون مرکز تبلیغات اسلامی و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی کار میکنن. اینا در مهمترین مرکز مسلمانان آمریکا در ایالت میشیگانه، مثلا در شهر دیربورن، مثلا اونجا این بنیاد منتظران موعود اویتد وان که بهش میگن اونجا، که اردو داره، کلاس داره و اینا. من یادمه که این گزارش که دو سال خورده پیش که تهیه کردم، 3 از روزخانان و امام جماعتشون کسایی بودن که مرتب به تهران میرفتن یا در مرکز اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی در لندن اونجا کار میکردن و مرتب و زیر نظر روحانیون قم بودن که وابسته به روحانیون حکومتی در قم بودن. ولی از همه جالبتر همین یکی دیگه هست در همون به اصطلاح دیربورن میشیگان،
دارالحکمت اسلامی ویزم، هاوس آف ویزم، این آقای محمد علی الهی امامه، هزار فکرم 90-91 ایشون تشریف آورده آمریکا امام جمعه شده و همچه مونده، بهش اقامت دادن رجوع شهروند. حالا نگاه بکنید تو، میخوام ببینم به چه حساب به ایشون ویزا دادن. ایشون بعد از انقلاب توسط خمینی رئیس اداره ایدئولوژیک نیروی دریایی بود، حالا به این حساب چقدر افسران رو اعدام کردن و کشتن نمیدونیم. ایشون بعد تشریف آورده با همون سابقه، یعنی نماینده خمینی، شده اینجا امام جمعه، اومده این مرکز زده. حالا بگیم اینا مال گذشته بوده، آقا فراموش کنید، ببخشید، من سندی که منتشر کردم ایشون سه سال 2015 میشه 4 سال پیش، ایشون عضو شورای بین المللی مجمع جهانی اهل بیت که رئیسش خامنه ایه، رفته بود تهران، رفته بود مشهد سخنرانی کرده بود در اونجا، یعنی آدم معمولی نیست. این به چه حسابی در آمریکا داره فعالیت میکنه، اردو برای جوانان میذاره، برای نوجوانان اردو تابستونی کلاس، بعد تلویزیون هم میاد به نام امام الهی، امام صلح. خب اینا یکی دوتا که نیستن بل. که آقای فلاحتی پرن. یا کنگره مسلمانان، به اجازه این یکی مگه وقت بگم، کنگره مسلمانان، این کنگره درست کردن، کنگره مسلمانان آمریکا، مسلم کنگرس، سال یه همین چند هفته پیش آخرین کنگره سالانشون بود، در تمام سال فعالیت میکنه، سال یه بار کنگره ده. از قم آیت الله جوادی آملی برای این کنگره ویدیو میفرسته که کنگره رو شروع میکنه. از 3 روز 700-800 نفر از کانادا و آمریکا هم شرکت میکنن. اکثر کسانی که در این صحبت میکنن میرن تهران میان. بعضی وقتا اصلا روحانیون از تهران کیه مسئولش کیه میکنن. یک کلمه بگین ما باید تموم کنیم برام. تا همین چند پیش علی اکبر بدیعی بود که آخوندی که در تهران و قم هست، در مرکز اسلامی هوستون هم بود. بسیار سپاسگزارم. مثلا گرداننده یا مدیر همین کنگره مسلمان بود. امسال رو نمیدونم سال آخر. ممنونم آقای حسن دایی. سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. خواهش میکنم. روزتون بخیر. زود بریم پرده آخر. شخص دچار دردهای مقعدی میشه به گونه ای که اگر خوابم باشه از خواب میپره. درد شدید بیتاقتش بود. هی باید قدم بزن. در تمامی این موارد که گفتم میدید چیه مومن ها؟ مثلا بخاریش روشنه رو شعله کم، همین قسمت اندام تحتانی بشینه رو بخاری یه مقدار گرم شه، درداش کمتر میشه، درداش کمتر میشه. شب و روزگار خوش.